ویلیام هگرتی، سفیر آمریکا در توکیو، به خبرگزاری رویترز گفته دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و شینزو آبه نخست وزیر ژاپن به طور مشترک مایلند واردات نفت از ایران متوقف شود. هگرتی میگوید ترامپ و آبه امیدوارند رژیم ایران راه خود را تغییر دهد و مسیری مسالمت‌آمیز و رو به جلو انتخاب کند. این سخنان پس از آن مطرح شد که شینزو آبه و دونالد ترامپ ششم اردیبهشت در واشنگتن دیدار و درباره تحریم‌های نفتی ایران گفتگو کردند. تاکنون ژاپن به اظهارات سفیر آمریکا واکنشی نشان نداده است. ژاپن یکی از 8 کشوری است که مشمول معافیت‌های موقت نفتی آمریکا شد. این معافیت‌ها 12 اردیبهشت ماه 98 تمام می‌شود و واشنگتن اعلام کرده که این معافیت تمدید نخواهد شد. همسویی و پایبندی کشورها به اجرای تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی متفاوت است. با آغاز تحریم‌های اقتصادی از آبان ماه 97، دولت مردان آمریکا بر اساس منافع و تهدیداتی که دولت‌های دیگر در قبال رژیم ایران دارند، مذاکره با آنها را برای همسویی با تحریم‌ها آغاز کردند. در این میان برخی کشورهای منطقه از جمله عربستان، اسرائیل، امارات و بحرین حداکثر همکاری‌ها را با واشنگتن داشتند و برخی دیگر از کشورها مثل ترکیه، مالزی و ایتالیا همچنان به رژیم ایران در دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کنند. در این بین کشورهای کره جنوبی و ژاپن گرچه تلاش کردند کمترین تنش را با حکومت ایران داشته باشند، ولی با سیاست‌های آمریکا همسو شدند. همچنین نخست وزیر ژاپن به ترامپ گفته کشورش 40 میلیارد دلار در کارخانجات جدید اتومبیل‌سازی آمریکا سرمایه‌گذاری می‌کند. اخیراً ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی، با تارو کونو، وزیر خارجه ژاپن دیدار کرده و آنها در مورد افزایش همکاری‌های اقتصادی گفتگو کرده‌اند. کره جنوبی و ژاپن از نخستین دولت‌هایی بودند که خرید نفت از ایران را کاهش دادند. ولی ملکی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید در سفر به کره جنوبی با مدیر سامسونگ جلسه داشته و از او پرسیده با توجه به بازار 80 میلیونی ایران چرا نمایندگی و فعالیت‌های خود در ایران را توسعه نمی‌دهد، که وی به صراحت گفت ما از خزانه‌داری آمریکا اجازه نداریم. این نماینده شنبه 8 اردیبهشت با اشاره به تحریم‌های آمریکا به خبرگزاری مجلس خانه ملت گفته آمریکا حمایت از کره جنوبی در مقابل کره شمالی را بهانه کرده و از این طریق مبادلات تجاری کره جنوبی را تا حدودی مشخص می کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه اسلامی در ماه‌های گذشته تلاش زیادی کرد تا دست کم شرکت‌های خصوصی کره‌ای و ژاپنی را به ادامه فعالیت‌های خود در ایران مجاب کند، اما نگرانی از تحریم‌ها مانع موفقیت مقامات ایران در جلب فعالیت شرکت‌های خارجی است.